اما بعد منطقی برخورد کنیم، خیلی منطقی، بعد متعادل برخورد کنیم. جمله قشنگی از قرآن که راه وسط رو برو، راه وسط رو برو. در صورت ممنونم از صبوریتون. فکر کنم الان قسمت پنجم بود، نمیدونم از دستم در رفته. دوربین چیمون دیگه سر 15 دقیقه 17 دقیقه کات میکنه که این طولانی نشه. تقریبا تبدیل شد به یه سخنرانی. اگه جلو شما عزیزان تو دانشگاه تو ایران این سخنرانی رو داشتیم، ان شاءالله دوباره دعوت رسمی بعد بشیم. بحثای خیلی جدیدی من دارم از این اتفاقاتی که داره میفته. این چیزی که الان واسه شما صحبت کردم فقط یه پاره خیلی کوچیکی بود از اتفاقای ژئوپلیتیکی داره میفته. اتفاقات بسیار عجیبی داره میفته که خیلی بعد تو ایران، مخصوصا طبقه دانشجو، طبقه مدیران ایرانی که کاملا اینا مطلع هستن، کاملا اندیشکده‌های ایرانی، مشاورینی که به رهبرای رهبر ایران و مدیرای ایرانی مشاورت میکنن کاملا دقیقا میدونن چی اتفاق میفته. ولی کار ما آکادمیشن اینه که مردم معمولی رو روشن کنیم، دانشجویان عزیزمون که خیلی روشن هستن، پر از انگیزه هستن. اون چیزی که من دیدم تو این سفر علمی که تو ایران داشتیم، چندین تا دانشگاه رفتیم دوربر کشور، شاید دوباره اینو به وجود بیاریم، دانشجو رو روشن کنیم از اتفاقاتی که پشت پرده اتفاق میفته و اینا بدونن که دشمن کیه، اینا بدونن که هدف دشمن کیه، اینا زود تسلیم نشن. البته دارم میگم برای من راحته که بشینم از این ور آمریکا به شما میگم که تسلیم نشین، اونجا بسیار شرایطتون دشوار از نظر اقتصادی. من از اون تیپ آدمایی نیستم که از این ور دنیا بشینم ببخشید بگم لنگش کن اون ور دنیا، بخش از این واژهای عام استفاده میکنم. بسیار سخته، بسیار دشواره. بعد با عقل رفت جلو، با هوش، با فهم، با استراتژی، با دیپلماسی رفت جلو. تفاوت یه سلحشور واقعی اینه که یه رزمجوی واقعی، یک دلاور واقعی اینه که میدونه کی از قدرت قلمش استفاده کنه و میدونه کی بعد از قدرت کلاشنیکوفش استفاده کنه. در حال کنونی ما باید از قدرت قلممون استفاده کنیم. اگه به جایی برسی که مجبور بشیم از قدرت کلاشنیکوفمون استفاده کنیم، اون موقع دیگه زمان خودشو داره. هیچ وقت فکر نکنی با هیچ قدرتی، مخصوصا اگه اون قدرت از شما از نظامی قوی تر باشه، هیچ وقت فکر نکنی که اگه قدرت دفاعیتونو از دست بدین و خیال کنین که الان اینا دنبال صلح و آرامش و همه دست با هم دیگه بریم بدیم و آهنگ بخونیم و همه چی داره حل میشه خوب میشه، هیچ وقت خودتون اینجوری فریب ندین. یعنی اجازه نباید داده بشه به این اشخاص که خودشون اینجوری فریب، خودشون بخوان فریب بدن بدن، بقیه مردم رو فریب ندن. کشورهای کوچیکی ما، بالاخره کشور 80 میلیونی هستیم دیگه، اتحادیه اروپا 350 میلیون نفر داره، روسیه بالای 120 میلیون نفر داره، تو آمریکا ما حدود 315 میلیون نفر آدم داریم. بالاخره ما باید، واقعیتش اینه که ما یه قدرت هستیم ولی یه کشور کوچیکی هستیم در مقایسه با این ابرقدرت‌ها. نباید خودفریب باشیم ببینیم ما همه حرف دنیا را بالاخره آخر سر ما میزنیم. نه، هم باید قدرت دیپلماسیمون قوی باشه، خیلی قوی تر از الان باشه که خدا رو شکر الان توی جایی خیلی قوی هستیم، ولی مهمتر از این قدرت نظامیمون باید همینجوری قوی ترش کنیم. من تو دیگه این دانشگاه که بودم، واقعا گفتم تو ایران، یادم نیست کدوم دانشگاه بود، الان گفتم امیدوارم دورور این دانشگاه زیر زمینش سیلوهای موشکی باشه. امیدوارم تمام کشور زیرش سیلوهای موشکی باشه که بتونه از خودش دفاع کنه اگه بعضی از این جوجه های منطقه بخوان غلطی بکنن که فکر میکنن میتونن ایران رو تهدید کنن. 40 سال پیش به خود همین واشنگتن میگفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اون موقع خب، الان آیا مردم هنوز اون انگیزه انقلابی رو دارن؟ شما که دارین رو گوش میدین، من میدونم مطمئن هستم این انگیزه رو دارین که بتونیم انقدر اعتماد به نفس داشته باشیم. هنوز اون انگیزه وجود داره؟ من نمیتونم جواب بدم، بعد خودتون ببینید تو عملکرد میتونید جواب بدین. ما امیدواریم که داریم، اما با عقل بعد جلو رفت، با دیپلماسی بعد جلو رفت، بعد زبان دنیا رو آدم بدونه. زایتگایست یه لغت آلمانی، یعنی شما
زایت لغتی به آلمانی میشه زمان، گایست همون لغت گوست یا روح و ارواح میشه. زایتگاست یعنی شما روحیه زمانی که توش زندگی میکنی و باید بدونی، نبض جامعه رو باید بدونی، نبض دنیا رو باید بدونی. کار ما که استراتژیست هستیم اینه، تخصص تو مسئله ژئوپلیتیک اینه که نبض دنیا تا حدی تو دست میدونیم چی داره میگذره. پیش بینی‌ها که میکنیم علمیه، خیلیش اتفاق میفته. اون موقعی پیش بینی میکنه همه ممکنه اکثر مردم بخندن یا بگن ایشون توهم داره، دو سال سه سال بعد به اون نتیجه پی میبرن، ولی بعضی وقتا دیگه دیره، دو سال بعد سه سال بعد دیگه دیره، امیدوارم به اونجا نکشه. زایتگایست دنیا رو باید بدونیم، نه فقط زایتگایست مملکت خودمون ایرانو، باید بدونیم تو بقیه دنیا چی میگذره. اون کار ماست. وقتی از ما دعوت میکنیم میایم ایران، کار ماست که واسه این چیزا رو بحثا رو براتون کاملا باز کنیم و بعضی وقتا چیزایی که نمیخوان بشنوین رو بهتون بگیم. ما که فقط شعار نمیدیم که بشین شعار بدیم، که با شعار دادن که چیزی درست نمیشه، که بعد پشت شعار، شعار رو بعد داد، پشت شعار بعد استراتژی عملیاتی وجود داشته باشه. استراتژی عملیات نظامی یعنی چارت، فلو چارت های مختلف. yes این کارو میکنیم، no این کارو میکنیم. هست اینا وجود داره تو اندیشکده‌های داخل ایران. اینا یه کار دیگه که میخوام بکنن اینه که تمام سپاه پاسداران رو میخوام بذارن به عنوان یک سازمان تروریستی. اینا پدرسوخته الان دستشون اومده، میدونن بالاخره قدرت اقتصادی سپاه تو ایران میدونن و میخوان سپاه بذارن زیر تحریمات اقتصادی. یعنی بعد خیلی بعد الان درست برخورد کنیم، یعنی که اینا دستشون اومده الان چی داره میگذره، چی به چیه تو ایران. این اگه اتفاق بیفته علنا یک تعیین چی میگن، یه war declaration هستش، تعیین شما داریم میگیم جنگ شروع شد دیگه با یک ارگان نظامی ایران زیر تحریم. مثلا میگه شما بگید ارتش چین رو بزنید زیر تحریم اقتصادی، ارتش روسیه رو بزنید زیر تحریم اقتصادی، این علنا یک اعلام جنگه. این الان داره اتفاق میفته. ما الان داریم میبینیم که صهیونیست خبیث توی کنگره آمریکا دارن این لابی رو انجام میدن که بسیار این بعد درست برخورد داشته باشه و خیلی میتونه خطرناک باشه، ولی بعد درست برخورد بشه باش. در صورت مسائل خیلی پیچیده است، وقت نیستش الان دارم میگم. من میخواستم اینو همه بحث رو تو 6 7 دقیقه براتون انجام بدم، شد تبدیل شد فکر کنم حدود 1 ساعت تو 4 تا ویدیو مختلف. دستان ممنون که پای این صحبت ما نشستین. این ویدیو تو کانال یوتیوب ما آپلود میشه، اگه دسترسی به یوتیوب دارین تو ایران میخواین بحثای علمی ما رو تماشا کنین، تمام که چه عرض کنم، یه مقداری از ویدیو سخنرانی ها یا مصاحبه های تلویزیونی یا تحلیل های خود من، یا عرض به حضورتون که مصاحبه با رسانه های آزاد دوره بر دنیا اونجا ویدیو هست، اینو تماشا کنین. البته دارم میگم بیشترشون به انگلیسیه، ولی خب خیلی از شما عزیزان انگلیسیتون کاملا روونه، اگه نیست تماشا کنین، موزه ایران رو به زبان انگلیسی گوش بدین که ما اینجا انجام میدیم. مطالبی هم داریم، ویدیوهایی هم داریم به زبان فارسی، اینا رو تماشا کنین، گوش بدیم. امیدوارم مورد علاقتون باشه، مورد نظرتون قرار بگیره و بدونین که ما از این ور دنیا حامی شما هستیم، براتون دعا میکنیم، روزانومون هستیم، براتون دعا میکنیم. وقتی دعامون تموم شد از روزانو بلند میشیم و عمل میکنیم، میایم خدمت میکنیم، کمک میکنیم. امیدوار هستیم که اینا اثر داشته باشه و دنیا روزی امیدوار هستیم دنیا به طرفی بره که این حالت ترس و وحشت و تردید و تهدید و این ابزارهای خبیث و شیطانی که اینا الان 40 سال دارن علیه ایران استفاده میکنن، اینا خصومتشون رو بذارن کنار، سر عقل بیان، بدونن که همه این اعمال خبیثشون بعداً به خودشون برمیگره، خودشون از هم گسیخته میشن، خودشون نابود میشن، لااقل به خاطر مصلحت خودشون هم شده. از این شیطنتای خورده دست بردارن. در صد امیدوارم که کلیات حرف منو گوش داده باشین تو این 4 قسمت رو هم رفته 1 ساعته. و در مورد این سال دوست عزیزمون که تحریم‌ها به کجا خواهد رسید، بدونی که متاسفانه آخر عاقبت خوبی رو من توش نمی‌بینم اصلا. تا زمانی که این مردک سر قدرت باشه تو آمریکا، ایشون به احتمال زیاد اگه همینجوری ادامه بده استیصال خواهد شد، ولی ایشون انقدر دریده هستش که ممکنه همون
محاکمه استیزاش رو تبدیل کنه به یه شو تلویزیونی. این شخصیتش اینجوریه، یه آدم هالیوودیه. اینا هالیوودیا اعتقاد دارن که هیچ شهرتی بد نیست، شهرت فقط خوبه، حتی بعدش هم خوبه. No publicity is bad publicity به انگلیسی میگن. معاونشون آقای مایک پنس به نظر میاد که آدم مدیرتریه. من اصلا با اینا موافق نیستم. اینا تا یه حدی از تا یه حد که چرس کنن، 99% اینا دشمنای ایدئولوژیک آدمای مثل ما هستن. ولی وقتی مقایسهش میکنی با این آقای ترامپ که واقعا برخورد نادانه جنجالی، چپ و راست داره وزیراشو اخراج میکنه، دوباره جدید میاره، اصلا یه بساطیه تو این ادمنستریشن ایشون. ایشون اگه اینجوری ادامه بده استیصال میشه، و اگر استیزهان بشه من فکر نمی کنم بیش تفاوتی درست بشه واسه درست کنه واسه ایران. معنی که رئیس جمهور نیست که سیاست خارجی کشور رو تعیین میکنه. این بانک های غولپیکری هستن که پشت پرده هستن، لابی های بسیار غولپیکر، علل خصوص لابی ایپک مار این کشور خبیث صهیونیست. اینا نفوذای زیاد دارن، اینا هستن که کسی میارن میذارن سر جای کسی برمیدارن. آقا همین که رسانه آمریکا شدید میتوبن دارن حمله میکنن به آقای ترامپ، و همتون هم میدونی که رسانه بخش مالی و بخش تحصیلاتی، بخش ایژوکیشن هر کشوری دست کدوم قومیه، قنبل خبیثیه، خودتون میدونین. همین که بالاخره رسانه آمریکا اینقدر داره میپره بهشون، الان از قبل از اینکهشون انتخاب بشه تا الان اینقدر داره میتوبه، ممکنه نشون بده که یه جورایی ایشون با تمام بی‌تعادلیشون و با تمام رفتاران بچگانه‌شون یه جوری سیستم از این شخص میترسه، تا حدی میترسه که میخواد ایشونو برکنار کنه. در صورت من طرف هیچ کسی نیستم، ما تحلیلگر هستیم، ما کارشناس هستیم، همه بحثا رو با میکنیم، خودتون تصمیم میتونیم بگین آخر سر. وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم، التماس دعا ازتون دارم. ما که این برای دنیا هستیم خیلی یه جورایی کات هستیم از ایران، دوره برامون کسی نیستش، همتا نداریم، همتامون، همفکرامون، یارانمون همه تو ایران هست. برای ما دعا کنین، با ما در تماس باشین، تشویقاتون خیلی کمک میکنه. عضو این کانال یوتیوبمون بشین که هر وقت ویدیو آپلود میشه نوتیفیکیشن بگیریم، ویدیو رو تماشا کنیم. بدونی که اشخاص خیلی زیادی هستن که از بچگی اینجا بزرگ شدن، مثلا خود من، و ما دلسوز ایران هستیم، دلسوز مردم هستیم، دلسوز نظام هستیم، دلسوز همه هستیم، کلیات هستیم که این کشور پایدار بمونه و بتونه ادامه بده جنگشو با باطل. اما به فکر موقعیت‌های اقتصادی خودش هم باشه. هر چقدر ما حرف حق رو بزنیم، از لحاظ اقتصادی نتونیم تأمین کنیم واسه مملکتمون، مردم نمیتونن دنبال روم باشن. باید اقتصادیمون رو بهتر کنیم، بعد یه جوری این تحریما رو سرکامنت کنیم، دورش بگردیم، سر خودشون کلا بذاریم. یه جورایی نمیدونم چه جوری بهتون بگم، سر خودشون کلا بره، ما سر کسی کلا نمیذاریم، سر خودشون کلا بره که ایران قراردادهای چند میلیارد دلاری با شرکت‌های کشورهای مختلف ببنده و شرکت‌های آمریکایی همه ببینن که دارن چقدر دارن از دست میدن موقعیت‌ها، به درک از دست بدن. ما امیدوار هستیم که اینا پاشون به اونجا کشیده نشه، یا اگه گروهی که پاشون میخواد به ایران کشیده بشه آدمایی باشن که احترام بذارن به وقار ایرانی، به تمدن ایرانی، به مذهب ما، به نظام ما، به قانون اساسی ما. اون موقع ممکنه ما در نظر داشته باشیم که به اینا یه آوانسی بدیم، ولی در حال کنونی من هیچ امیدی نمینم. اینا میخوان به هر قیمتی که شده ایران رو عود کنن، و آخر عاقبتش هم میخوان از لحاظ نظامی این کار رو انجام بدن، ولی میخوان ارزون تمامش کنن از طریق تحریمات، و خدای نکرده از طریق به وجود آوردن اختشاش درون ایران، که این اتفاق غیر ممکنه بیافته دیگه، اتفاق نخواهد افتاد. اون اتفاقاتی که 8 سال پیش اتفاق افتاد. در صورت خیلی ممنون از حمایتتون، امیدوارم که زیاد خستتون نکرده باشم. به امان خدا و به امید تهیه کردن ویدیوهای بیشتر برای شما عزیزان به زبان فارسی در ایران. ممنون.